سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگرم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم، کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. قاطرها و اسباب علاقه دارن خرقلت میزنن به خاطر اینکه خستگیشون در بره و خارش پشتشون به نوعی برطرف بشه. همیشه چند روز پیش از کوچ مرد خونه و پسرها زودتر به محل ییلاق و جامال میان تا برخی از وسایل خونه رو منتقل و سنگچین‌های جامال رو مرتب کنن. سنگچین در سیاه چادر برای چیدن رخت خواب و وسایل خونه ضروریه، اما همیشه در زمان قشلاق که خانواده در این منطقه حضور نداره، سنگچین ها به دلایل مختلف نامرتب میشن و باید پیش از کوچ مرتب چیده بشن. چی شد؟ کو؟ یو حضرت عباس، مار داره اینجا. اما مشکلات انگار قرار نبود تموم بشه و یک اتفاق باعث شد تا با ترس زیاد انرژی و وقت زیادی از همه گرفته بشه. اونها رفزیر محمد زیخان، میتونی کاری کنی فرار بکنی نکشیش؟ نمیره؟ شیوه و روش زندگی عشایری با شیوه زندگی ما شهرنشینان فرق داره. ما شهرنشینان با بخش بزرگی از طبیعت کاری کردیم که هیچ حیوانی توان زندگی در شهرها رو نداره، چرا که جایی برای زندگی برای حیوانات وحشی در شهر نگذاشتیم. اما زندگی عشایر با طبیعت گره خورده و تقابل عشایر با حیات وحش اجتناب ناپذیره و البته شوربختانه هر جایی که طبیعت با حیات وحش برای بقا و رفاه بیشتر زندگی انسان نگرانی یا چالشی به وجود بیاره محکوم به نابودیه و از سر راه برداشته میشه. چه مار یا خرس و پلنگ و گرگ باشه و چه جنگل‌های بلوط زاگرس در ایران یا آمازون در برزیل. اگر هوشیار نبودی و اینو نمیدیدی، از بچه ها ما از بین برد. یعنی اگر کسی از ما رو یا از بچه های محمد حسین خان رو اینجا زده بود 100% میکشت، چون تا بخواد هلیکوپتر اورژانس بخواد بیاد اینجا، اولا که اینجا ارتباط ندارن که زنگ بزنن، اگر حتی ارتباطی هم داشتن که زنگ بزنن، و اگر میومد اینجا تا میومد قطعا کسی رو که این مار زده بود خدای نکرده کشته بود و فاتح هم از صلوات دیگه دخلمون رو می آورد. اما واقعا عشایر شیوه زندگیشون یه جوری هستش که بعضی وقتا مجبورن، راهی ندارن برای اینکه اینها رو بخوان حفظ بکنن. اگر بخوان حفظ بکنن که اینجا قطعا امشب یکی از افراد خونه رو زده بود، ولی کن محمد حسین خان من میگه که من سالهاست خودم که هیچ و خیلی از افراد خانواده و فامیل اینجا هیچ حیوانی رو نزدن و بهشون آسیبی نرسوندن، اما یه جاهایی از دستشون در میره و من و اینا مجبورن که این کارو بکنن. خب این هم شیوه زندگیه که در این طبیعت بکر هست، تمام این خوبی‌ها و زیبایی‌هاش در کنارشه، اما این سختی‌ها هم هست و گاهی وقتا این تقابل بین انسان و حیات وحش مجبور میشه یکی از ماها رو از پای در بیاره. برای اون مار بیچاره کاری از دست من بر نمی اومد، اما برای کره اسب زیبای محمد حسین که از شدت درد از حال رفته بود میشد کاری کرد. کره اسبی که پاش در مسیر کوچ به شدت شکسته بود و آسیب جدی دیده بود. محمد حسین خان چیکار میکنی؟ آقا جواد دارم جراحی میخونم. آخ جانم، چهارباه از کوه افتاده، الهی دستش شکسته. آخه حالا من دارم جراحی میخونم. تمام عشایری که اینجا زندگی میکنن هر کدومشون برای خودشون یک وارگهی دارن که اینجا چادرشون رو برپا میکنن و محل زندگیشونه، و اگر اتفاقی برای خودشون یا برای چهارپاهاشون یا برای دامشون بیفته خودشونن که باید اون رو درست بکنن. اگر بیماری به وجود میاد خودشون باید از خودشون نگهداری بکنن، یا اگر دست پای کسی میشکنه اینجا محمد حسین خان یا سکینه بانو یا هاجر خانم اونا هستن که معمولا آتل میبندن، یا یه سری از موادای هستش که با هم مخلوط میکنن و به طور سنتی توی سنتشون هست و اون رو استفاده میکنن تا دام خوب بشه. امکان داره خوب نشه، یا حتی آدما امکان داره خوب بشن، امکانش هم هستش خوب نشن، و اگر کار به جای باریک بکشه میرن توی نقطه هایی که اگر آنتن بده تلفنشون و سعی میکنن که به اورژانس هوایی زنگ بزنن و اونها بیان بهشون کمک میکنن، ولی خب توی این مواقع شرایط خیلی سخت میشه. وای خدای من، محمد خان من هم باند کشی دارم، هم بتادین، همه چی دارم، بیارم. شکر خدا در این کوچ هیچ یک از افراد ایل دچار حادثه نشدن،
اما گاهی اتفاقات ناگوار و تلخی میفته و ایل در مسیرهای سخت عبور از کوه‌ها و رودها شاهد تلف شدن دام یا حتی مرگ یک یا چند تن از افراد خانواده میشه. آخه مادرش چقدر نگرانشه، چقدر دلهره داره کنارش وایساده، همش داره نگاه میکنه، اینقدر داره درد میکشه که همش داره ایسا رو گاز میده. محکم ببندید، محکم که تکون نخوره. کار رسیدگی و آتل بندی پای کره اسب بیچاره به پایان رسید و خانواده در نهایت فرصت کمی برای استراحت در کنار هم رو پیدا کردن. پس از خوردن شیر برنج که برای شام تدارک دیده شده بود، نوبت بررسی سفر با دیدن عکس ها رسیده بود. بنابراین با محمد حسین و سکینه بانو مشغول تماشای عکس ها و مرور خاطرات کوچ شدیم. رفته سفر خوب و پرباری برای من بود، چرا که تونستم لحظات خوبی از کوچه ایل در مسیری زیبا رو به ثبت برسونم. صبح روز بعد همه افراد خانواده به خاطر خستگی زیاد کوچ دیرتر از روزهای دیگه از خواب بیدار شدن، البته به جز سکینه بانو و هاجر خانم. اونها مانند هر روز پیش از خروس خونه صبح از خواب بیدار شده بودن. دیشب وقتی که از کوچ برگشتیم میگه رسمن افتادیم، هممون بدون استثنا افتادیم، از محمد حسین خان، علی، شیرعلی، هاجر بانو، سکینه بانو و همه بچه ها. انقدر خسته بودیم و این کوچ انقدر دشوار بود که حد نداشت. مسیرها شیبش بسیار تند بود، مال بسیار بزرگ بود و جمع و جور کردنش کار بسیار دشواری بود. تازه وقتی که اینجا رسیدیم بعد از اون همه مشقت و سختی، محمد حسین خان دوباره شروع کرد به کار کردن، چادر زدن. اینجا خودش داستانی داشت، منهای گرفتن اون مار که کلی انرژی از اون گرفت، چادر زدن خیلی کار دشواری بود که محمد حسین خان زحمتش کشید و در نهایت الان اینجا هستیم و خبر خوش این که همه جا پر از آب، پر از سرسبزی، پر از گل و گیاهه و گوسفندها و بزها حسابی چریدن و پر شیر هستن و از صبح زود هاجر بانو و سکینه بانو به همراه بچه ها و محمدسی خان دارن کمک میکنن تا اینها دوشیده بشه و ازشون فرآورده شیری گرفته میشه. فرآورده شیری مثل سرشیر، مثل دوغ، ماست، کش، روغن زرد، بخش بزرگی از این فرآورده ها رو خودشون استفاده میکنن به خاطر اینکه اینجا نه جاده ای هست، نه خیابونی، نه مغازه ای و بسیار بکره و اینها رو معمولا استفاده میکنن بیشترش رو، مگر اینکه کشکای خوش شده رو که اگر زیاد بشه به شهر صادر میکنن و ما شهری ها از محبت عشایر عزیزمون استفاده میکنیم و اونها رو خریداری میکنیم و ازش استفاده میکنیم. اما چیزی که هست و نکته ای که خیلی جالبه اینه که ما شهری ها معمولا مصرف کننده هستیم، اما عشایر عزیز کشورمون معمولا تولید کننده هستن، همشون تولید کننده هستن و محتاج خودشون بیشترش رو تولید میکنن، مگر اینکه بخواد آرد یا برنجی تهیه بشه که آردشون رو هم خیلی هاشون خودشون تهیه میکنن. مثلا محمد حسین خان یه بخشی در دره مدو زمین هایی رو دارن که اونجا کشاورزی هم میکنن، گندم میکنن به صورت دیم و آرد رو هم خودشون تهیه میکنن. در گذشته که فرایند کوچ بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از این بود، مسئله تأمین امنیت ایل و دام‌ها، محافظت در برابر حمله راهزنان، گله زنان و حیوانات وحشی یکی از مهمترین وظایف مردان بود. جنگ هم یکی از وظایف تعریف نشده مردان ایل بود و مدت زیادی از وقت و عمر خودشون رو در جنگ‌های قومی یا ملی سپری می‌کردند. تأمین معاش، نگهداری و حفاظت از دام‌ها، چرای دام و دعواهای دائمی بر سر مراتع هم از دیگر وظایف مردان بود. در نتیجه کلیه امور داخلی مربوط به ایل رو خانوم‌ها بر عهده داشتند.
ولی امروزه که فرایند کوچ آسون تر شده و از جنگ هم خبری نیست، امور داخلی ایل همچنان به همون شکل سابق تمام و کمال توسط زنان ایل اداره و اجرا میشه. زن بختیاری در رنگرزی، صنایع دستی، بافتن قالی، قالیچه، خورجین، چوغا، چنته، بند و شردنگ های کوچک و بزرگ و تمام فنون ظریفی که با روح و روانش پیوند خورده نقش داره. تمام امور خانه‌داری مربوط به چادر، از شیر دوشیدن، پخت نان، آب به دوش کشیدن، بچه داری، جمع کردن هیزم، دوغ زدن و ماست و پنیر و کره و کشک درست کردن تا گرفتن روغن به عهده زنها و دخترانه. زنها بلوط میچینن، موسیر و سبزی کوهی جمع آوری میکنن و مشک میسازن، نخ میریسن و برای بچه ها لالایی میگن، خوراک میپزن و بچه ها رو تربیت میکنن. به نظر میاد که تا زنان نجیب و سخت کوش بختیاری هستن، آب در دل مردان ایل تکون نمیخوره. به میمنت اینکه تمام مال محمد حسین خان و همینطور همه افراد خانواده به سلامت تونستن از این مسیر سخت کوچ به وارگه بهارجای دومشون بیان، معمولا اشعار اینطور هستن که حتما یک گوسفند قربونی میکنن بخاطر اینکه به سلامت این راه اومدن. و دومی که این بخشش خیلی مهمه اینه که تو این دو سه روزه غذای خوبی نتونستن بخورن بخاطر اینکه توی کوچ فقط یا نون و ماست می‌خوردن یا آب می‌خوردن یا نون خالی می‌خوردن، یا خیلی غذای خوبشون این بود که بتونن از فطیری که قبلا پختن استفاده بکنن. و شب و اون شبی هم که ما رسیدیم به اینجا، یعنی دیشب، انقدر خسته بودن که فقط تونستن شیر برنج بخورن، بنابراین انرژی خیلی زیادی از بدنشون رفته و توان رفته رو میخوان با خوردن گوشت قربونی به بدنشون برگردونن و جبران بکنن. و البته بخشی از این گوشت رو هم به همسایه هاشون میدن. یکی از خصوصیات عشایر ایران میهمان نوازیه و این ویژگی میونه بختیاری های عزیز بسیار پررنگه. شش هفت طایفه داریم. اسمشون چی هستن؟ زلقی چیز؟ طولی نکشید که دوباره اتفاقی باعث ترس و شوکه شدن خانواده شد. بالاخره تونستن بگیرنش، کشتنش. میگن جفت همون ماری بود که دیروز توی چادر گرفته بودن و کشتنش همونه و اگر نمیکشن حتما اینا رو میکشن. سرنوشت مار دوم هم مانند مار اول چیزی جز مرگ نبود و شوربختانه کاری از دست من بر نمی اومد. عیسی، بابا گفتش که اون چیزو نمیخواید، اینی که قربونی کردید گفتید که اون پوستشو نمیخواید، چی شد؟ واسه مش میخوامش. نه بابا گفت ما داریم نمیخوایم. واسه خودم میخوام. هی جانم، کی ایشالله عروسیته؟ شاید یه چند روز دیگه ایشالله با امید خدا. اون موقعی که من اومدم عیسی خیلی کوچیک بود، عیسی و موسی خیلی کوچیک بودن. موسی بیا. و الان دیگه برخوش مردی شدن، خودش گوسفند رو راحت میتونه قربونی بکنه، پوستش رو خودش با دستای خالی کاملا قلفتی کند برای اینکه تبدیلش بکنه به مشک، برای اینکه وقتی که چند وقت دیگه داره ازدواج بکنه بتونه از مشکش برای خودش و خانمش استفاده بکنه تو سیاه چادرشون. عیسی چند سالته؟ 20 ساله. 20 سالته و خدمت رفتی؟ نه. خدمت رفتی. رسم بین شما که توی مثلا 18-19 سالگی 20 سالگی ازدواج بکنید؟ آره. خانمتون چند سالشه؟ 14 سالگی ازدواج. 14 سالگی هم ازدواج کردید؟ 14 سالگی دو تا بچه داشت. ماشاءالله. موسی داره میگه تو 14 سالگی ازدواج می‌کنیم، تو 17-18 سالگی دو تا بچه داریم. دو تا یا چهار تا؟ دو تا. خانم چند سالشه؟ عیسی خانم چند سالشه؟ 19 سالشه. 19 سالشه، شما هم 20 سالید. یک سال از شما کوچیک‌تره. یه نمکی بیار، نمک نیاری. آزی خان این همه برف از کجا آوردی؟ برای مهمونه آوردی سگین خانم؟ از کجا آوردی؟ این گردنه. آه اینجا دیگه یخچال ندارید و به خاطر اینکه آب یخ و دوغ یخ بخورید. علی دوغ با دوغ آتیش بکنید؟ در عوض یخ ما بباریم تو دوغ.
برف میذاری تو دوغ و آره برف دوغ میخوری. به 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 این برف دیروز ظهر من رو نجات داد. آب سرده آب دارم ولی برف دوغ یه حال رویه دارم. به به نه آب الان یخ یخ برف دوغ با کباب بختیاری چه شود؟ با تره کوهی تمام انرژی که رفته دوباره برمیگرده و همش هم ارگانیکه. جای همه ایرانی ها خالی. یکی از رسوم بختیاری های عزیز اینه که اگر برای خانواده ای میهمانی بیاد همه خانواده های اطراف به اون خونه میان و اون میهمان رو به خونه خودشون دعوت میکنن. یکی از خصوصیات عشایر ایران میهمان نوازیه و این ویژگی میونه بختیاری های عزیز بسیار پررنگه. حقیقت اینه که میهمان نوازی برای همه مردم ایران رسمی معمول به حساب میاد، اما در بسیاری از کشورها این رسم زیبا بسیار عجیب و گاهی غیر قابل باوره. رسمی که رابطه و پیوندی مستقیم با تاریخ، فرهنگ و روحیات مردمان اون کشور داره. دعوت و پذیرایی از میهمان قریب و آشنا از مهمترین خصوصیات بختیاری هاست و عدم توجه به دعوت چراغعلی یا جمعه باعث ناراحتی و دلشکستگی اونها میشه. بنابراین با افتخار دعوتشون رو برای شام پذیرفتم. فرهنگ دعوت و میهمان نوازی از با ارزشترین فرهنگ های مردم ایرانه، اما این فرهنگ به دلایل مختلفی در جهان روز به روز در حال کمرنگ شدنه و بیشک یکی از این دلایل تجمل گرایی، مصرف گرایی و دوری از معنویاتیه که برای سلامت روح هر انسان بسیار حیاتیه. من با تمام وجود طعم شیرین میهمان نوازی و محبت رو چشیدم و از بودن در میون این انسانهای شریف و مهربان لذت بسیار زیادی بردم. فرهنگی که شاید در آیندهی نچندان دور در جهان نایاب باشه. مونتر و مفرس اولاد ندارم وای من دلی گگو گپایم کل اختیارم مونتر و مفرس برگشت ندارم کاغذی پاکت کنم ددوم ستاره ضرب دی فشک بخیر جنگ بستو. به پایان رسیده بود و من باید به خونه برمیگشتم، اما محبت و میهمان نوازی بختیاری ها به من اجازه برگشت نداد. اینجا همه خونه ها مهمونی که به یه سیاه چادر یا یه وارگه دعوت میشه رو میان دعوتش میکنن، یعنی میان میگن حتما باید مهمون ما هم بشی. اما یه مشکلی وجود داره. مشکلش اینه که بین هر خونه حدود 3-4 کیلومتر راه هست، فاصله هست و نه جاده‌ای وجود داره، نه موتوری، نه ماشینی. بنابراین هر وقت هر کسی، هر مهمونی بخواد از یه وارگه یا یه سیاه چادر به یه سیاه چادر دیگه مهمون بشه و مجبوره که بره، برای اینکه اون خانواده ناراحت میشه اگر نیاد، اون مهمون مجبوره که حدود 3-4 کیلومتر راه رو بره و 3-4 کیلومتر راه برگرده. یعنی یه روز کامل باید زمان بگذاره برای اینکه به مهمونی دعوت بشه، تو اون مهمونی باشه و برگرده به خونه. اونم چه راهی؟
راهی پر پیچ و خم و صعب العبور و پر از تیغ. به سیاه چادر علی خان رسیدم، اما متوجه شدم که بابا علی خان هم که بزرگ تیره تاجمیری محسوب میشه پیغام دعوت برای من فرستاده. علی خان به من گفت که به خاطر احترام به بزرگتر طایفه قبول دعوت بابا علی خان واجب تره، بنابراین دوتایی به سمت منزلگاه بابا علی خان تاجمیری رفتیم و در نهایت پس از پیمایش یک مسیر طولانی به مقصد رسیدیم. بسیاری از بزرگان تیره تاجمیری در چادر بابا علی خان منتظر خوش آمدگویی به من بودن و مثل همیشه با مهربانی و محبت زیاد از من استقبال کردن. ما الان میهمان بابا علی خان بزرگ هستیم، از بزرگان و از خوانین منطقه هستن که در حقیقت بزرگ چند تیره و طایفه هستن که در این منطقه اسمش چیه بابا علی خان؟ این موعظه. در موعظ از بزرگان، یعنی بزرگترین شخصیت و ریش سفید تمام این طوایفی هستن که اینجا زندگی میکنن. در خدمت چیشون هستیم؟ و اینکه من بابا علی خان میخوام ببینم که سلسله مراتب اینجا به چه صورت است، کیا اینجا قبل از شما زندگی میکردن، شما کی اینجا ساکن شدید و کدوم توایف در کنار شما دارن توی این موعظ و توی این کوهستان زاگرس در این منطقه میانی زندگی میکنن؟ این منطقه از عهد مامان خوک خدمت گذارم که از عبدالرضا خان سلح خریدی. ما خب زمان عبدالرضا خان سلح چه زمانی بوده؟ چه سالی بوده؟ سال سریه که قد مری بیده. بله که ما همیجا مردگاه شدیم 339 سال پیش. شما اینجا رو خریدیم تقریبا موضوع و ارپنا و تیمی و موعظ 110,000 مراتع دامی داره. هزارون هزار هکتار زمین اراضی داره. درسته. کلن آسانای ایران کلن خط داره، فقط آسان خوزستان این چهار منطقه پیش انقلاب تقریبا 500 خانواد تو منطقه مودو و آرپنا بود. کلن زی بی جاده ای و امکاناتی تاروای شدن. توی روسته های خوزستان، لرستان، اصفهان. ولی اینجا الان در حقیقت منطقه یکی توی استان خوزستان. بله، مال مرز خوزستان. بینه استان خوزستان، مرز بین لرستان، خوزستان و اون سمت هم استان چهارمحال بختی. بله آره، چهارمحال. این مال خوزستان، جزء خوزستان. رودخونه دز میشه رودخونه آب بختیاری. آره، آب بختیاری. آره، شیعه میگی شما. بله، می‌فرمودید. بعد شما از نوادگان کدوم عزیز هستید؟ ما نوادگان مؤمن خو. از نوادگان محمد خان. بله مؤمن خان. بله مؤمن خان، مثلا مؤمن خان، مؤمن خان هاشم خان، چه مؤمن خان هاشم خان، علی چه علی خان پسر مرید خان. بله بله، خان پسر سام خان. آها آها، از نوادگان سام خان. آها سام خان. بله شما از نوادگان سام خان بزرگ هستید. بله بابا علی خان پسر مرید خان. بله مرید خان پسر سام خان. سام خان پسر محمد خانه. محمد خان پسر علی خانه. علی خان پسر مؤمن خانه. مؤمن خان پسر هاشم خانه. هاشم خان پسر قلی خانه. قلی خان پسر تاجمیر خانه. بزرگ طایفه زله. جالب بود شما الان شما اومدی تمام پشت ایشون رو گفتی. چند نسل بود؟ 14 پشت. بله 14 پشت شما گفتی. بله 14 پشت. این خیلی جالبه برای من. مردمی که در اینجا زندگی میکنن تا 14 نسل قبلشون، 15 نسل قبلشون میدونن و اسمشون رو دقیقاً میگن. علی خان شما الان دو تا فرزند داری، کوروش و آرش. بله من. شما هم به همین شکل تا 14 15 نسل خودتو میدونی؟ بله بله، کوروش هم میدونه تا یه حدی. یعنی شما به بچه‌هاتون دونه بدون اینا رو توضیح میدید و اینا رو یادشون میدید. شما الان پشت در پشت پشت هم من نسلم تاجمیر خان میاد. خب دونه بدونه میتونی نام ببری؟ بله بفهم. علی خان فرزند وردی خان، وردی خان مراد خان، مراد خان عجم خان، عجم خان سام خان، سام خان محمد خان، محمد خان علی خان، محمد خان علی خان، علی خان مومن خان، مومن خان، هاشم خان، قلی خان، قلی خان، تاجمیر خان بزرگ. ماشاءالله ماشاءالله. یه قضیه هستش اینجا، من تا دو نسل قبل‌ترمو بیشتر نمیدونم، به خاطر اینکه خب توی شهر که از اقوام خارج میشه در حقیقت وقتی که ازدواج‌های متنوعی صورت میگیره بین هر قوم و توی شهر ساکن میشن، خب اون شجره نامه از بین میره به نوعی و خیلی با یک زبان دیگه، با یک قوم دیگه، با یک لهجه دیگه، با فرهنگ‌های دیگه ازدواج می‌کنن و کلاً اون شجره‌نامه از بین میره. اما به خاطر اینکه بختیاری عزیز
یا قشقایی ها یا بلوچ ها معمولا اینها خیلی کمتر با غیر خودی ازدواج میکنن و بین خودشون ازدواج میکنن، به خاطر اینکه خب میشناسن، هم پسر رو میشناسن هم دختر رو میشناسن، خانواده هم دیگه میشناسن، بنابراین ازدواج های فامیلی انجام میشه. به همین دلیل شجرنامه شون همیشه حفظ میشه و تا 15 20 نسل قبلشون رو میدونن و به بچه هاشون آموزش میدن. میفهمید؟ بله بله بله. درس های زیادی از بابا علی خان تاجمیری و دیگر بزرگان ایل گرفتم و پس از خوردن کباب بختیاری که خوراک مخصوص میهمانان ویژه بختیاری ها به حساب میاد، اونجا رو ترک کردم. اما قبل از ترک اونجا، بابا علی خان و دیگر بزرگان تاجمیری منو به کوچه بعدی خودشون دعوت کردن، کوچی که هر ساله در فصل تابستون از اینجا به منطقه دور و زیبا انجام میشد. دیگه کم کم زمان خداحافظی فرا رسیده بود. برای من دل کندن از این آدم ها بسیار دشوار بود، چرا که بودن در کنار هم در این مدت باعث دلبستگی همه ما به هم شده بود و درست مثل برادر و خواهر در یک خانواده بودیم. اما زندگی من همانند زندگی عشایر در کوچ و سفر معنا گرفته و از طبیعت آموختم که برای تکامل باید دل کند و همواره در حرکت بود. و سختی رو پیش رو داشتم. البته قرار نبود از همون مسیر به خونه برگردم، چرا که باید بیش از 3 روز تا رسیدن به اون جاده خاکی کوپیمایی می‌کردم. بنابراین تصمیم گرفتم به جای خروج از استان خوزستان، از استان لرستان خارج بشم، چرا که من درست در مرز بین استان‌های لرستان، خوزستان و چهارمحال بختیاری قرار داشتم. احساس می‌کنم که دارم میرسم به اون هدف آخرم از این سفر. وای خدای من، عجب منظره ایه، نگاه بکنید. من آرزو داشتم که به اینجا بیام. اینجا دریاچه تمیه، دریاچه تمی تو زاگرس میانی و بهترین دریاچه کل ایرانه. نگاه بکنید چه دیواره های زیبایی، یخچال ها و برفچال هاشو ببینید چقدر زیباست. وای من چقدر هیجان زدم اینجا. با و وحشی و بکره که خیلی هیجان زده شدم. فقط دوستم برم یه جای خوب پیدا بکنم و تا میتونم از اینجا عکس بگیرم شاید هیچ وقت دیگه نتونم به اینجا پا بذارم. دریاچه تمی که گاهی به اشتباه به اون شط تمی گفته میشه، از آب برف کوه کینو و کوههای اطراف دریاچه که دارای یخچالهای همیشگیه به وجود اومده. این دریاچه در جنوب رشته کوههای قالی کوه، اشتران کوه، زرد کوه بختیاری و دامنه های شمالی کوه زیبای کینو قرار گرفته. این دریاچه بی‌نظیر بیضی شکل از 2 بخش تشکیل شده. طول کل دریاچه حدود 4000 متر و عرض اون حدود 1000 متر. این منطقه از زاگرس دارای پوشش گیاهی و جانوری منحصر به فردیه که ارزش اون رو بسیار بالا برده. وقتی دریاچه از دور برام نمایان شد، از خوشحالی و هیجان در پوست خودم نمی‌گنجیدم. من شاهد چشم‌اندازی بودم که سالها آرزوی دیدنش رو داشتم و برای رسیدن به اون راه طولانی و سختی رو پشت سر گذاشته بودم.
بود که نتونسته بودم حمام کنم و این دریاچه بهترین جا برای یه آبتنی حسابی بود. چشم‌اندازهای اطراف دریاچه واقعا در نوع خود بی‌نظیر بود و منو غرق در شکوه خودش کرده بود. اما پیش از این سفر از برخی مسئولین استان‌های خوزستان و لرستان خبرهای عجیب و تلخی شنیده بودم. برخی از مسئولین در تلاش برای احداث جاده در این منطقه از زاگرس بودند. درست در بیکشترین و دست نخورده ترین منطقه از زاگرس. هدف اونها ساخت یک مسیر راحت تر برای بازدید انبوه گردشگران به دریاچه تمی بود. اما با این کار غیر علمی و غیر مسئولانه اتفاقات بسیار وحشتناکی برای این منطقه خواهد افتاد. نخستین اتفاق بعد نابودی طبیعت بسیار بکر منطقه خواهد بود. با سرازیر شدن سیل گردشگران به این منطقه با خود رو، پوشش گیاهی منطقه از بین خواهد رفت. چیزی از جنگل‌های بلوط و بن باقی نخواهد موند و هر ساله شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده در این مناطق خواهیم بود. انباشت انبوه زباله در این طبیعت بکر و پاک چهره زیبای اون رو زشت خواهد کرد و دیگه نقطه بکر و سالمی برای زندگی حیات وحش زاگرس باقی نخواهد موند. به گفته بسیاری از اشایر اگر در این منطقه جاده‌ای کشیده بشه، آرامش از زندگی اونها خواهد رفت و انواع آلودگی ها منطقه و مردم و حیات وحش رو با خطر جدی روبرو خواهد کرد. اما میشه مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته به اندازه ظرفیت و تحمل طبیعت منطقه و عشایر جوری که هیچ آسیبی به اونها وارد نشه از این مناطق استفاده کرد و به جای اینکه جاده‌ای کشیده بشه از چهارپا برای رسیدن به دریاچه و مناطق بکر استفاده کرد و در کنارش از بودن و زندگی در کنار عشایر به شکلی که برای اونها هم مفید باشه و آسیبی به فرهنگ اونها وارد نشه بهره‌مند شد. اگر انسان‌های مسئول و متعهدی باشیم، باید بدونیم که قرار نیست همه مردم جهان بتونن با خودرو به هر نقطه‌ای از طبیعت که دلشون بخواد سفر کنن. چرا که هر چیزی برای خودش محدودیت و قانونی داره و اگر قوانین طبیعت و انسانیت رو زیر پا بگذاریم، بیشک اتفاق خوبی برای نسل ما و آیندگان نخواهد افتاد. حتی وجود عشایر با دام‌های بیشمار برای طبیعت از 200 سال گذشته تا به امروز ضررهای زیادی به همراه داشته. از شکار یا کشتن انواع پستانداران توسط برخی از عشایر تا چرای بی‌رویه دام و یا تخریب جنگل و پوشش گیاهی توسط برخی سودجویان باعث تخریب‌های گسترده‌ای در دل زاگرس شده که اگر جاده‌سازی و هجوم گردشگران به این اندک مناطق بکر هم اضافه بشه، بیشک به زودی شاهد نابودی این مناطق خواهیم بود. چوربختانه دو نفر از افراد تیم تصویربرداری در این سفر دچار حادثه شدند و توان بازگشت با پای پیاده را نداشتند. به همین خاطر برای کمک رسانی به وسیله تلفن ماهواره‌ای با هلال احمر اهواز تماس گرفتیم. خوشبختانه خیلی زود یکی از هلیکوپترهای هلال احمر به همراه پرسنلی حرفه‌ای و سخت‌کوش برای کمک ارسال شد و ما در نهایت به خونه برگشتیم. مثل همیشه مسئولانه سفر کردم و جز ردپا چیزی از خودم به جا نگذاشتم. اما در طول مسیر برگشت سوالاتی ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود. آیا زاگرس و اندک جنگل‌های با ارزش اون و همچنین پوشش ضعیف گیاهی و جانوریش در این کشور گرم و خشک از جاده‌ها، قاچاقچیان چوب، آتش‌سوزی‌ها، زباله‌ها، شکارچیان، شخم عمیق خاک، آفت‌ها و البته بی‌توجهی برخی مسئولان به سلامت به آیندگان خواهد رسید؟ آیا دریاچه تمی جون سالم به در خواهد برد و آیا به ثبت ملی خواهد رسید؟ و آیا فرهنگ و رسوم عشایر بختیاری و دیگر اقوام ایران که بخش بزرگ و با ارزشی از هویت ملی ماست به خوبی حفظ خواهد شد؟